اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم تشكونا بخدا كافر میشوید در حالی که شما اجسام بروهي بوديد بودید و شما روح دمید يعني جسم شما را از اجسام بی گرد آورد و جان داد بحيث انسان زيبا و را به حیث در ورد. ثم یمیتکم باز شما را میمیراند یعنی این زندگی دنیا برای همیش نبوده آن را از بین میبرد ثم یحییکم بار دیگر شما را زنده میکند یعنی در روز قیامت شما را زنده می نماید ثم الیه ترجعون باز به سوی او تعالی برگردانیده میشوید و پاداش اعمالتان را چه نیک و چه بد بدون افزونی و کاستی می دهد جهان و اجزاء جهان خود به خود به وجود نیامده بیهوده نیست هر چیزی در جای مناسبی قرار دارد و برای هدفی آفریده شده که آن را تعقیب می کند. موجد پرورنده و نگهدارنده جهان از زوال همان ذات واجب الوجود است که ذره ذره وجود را می داند. برای هر موجودی وظیفه ای داده و هدفی برای آن تعیین کرده است. از جمله موجودات موجود برتری به تناسب دیگر موجودات را آفریده راه زندگی بهتری را برایش تعیین کرده است که می تواند به قوه عقل و رهنمایی پیامبران آن راه را بپیماید وجود او مراحل مختلفی را یک پی دیگری طی می کند نخست از موجودات بیجانی زنده می شود این زندگی را پشت سر می گذارد مرحله دیگری از مردن تا روز قیامت آغاز می شود که آن را عالم برزخ می نامند با قیام قیامت مرحله آخری شروع می شود. مردمان مورد بازپرس قرار می گیرند. گروه نیکوکاران را در جای بس عالی و پیشرفته جای می دهد و گروه بدکاران را در جای بس پر مشقت قرار می دهد. فریق فی و فریق فی السعیر خلقت را ذات واجب الوجود عالم قادر و با حکمت یا که علم قدرت و حکمت او فوق تصور ما انسان هاست. جهان و هستی هرگز از رعایت حفظ و نگه داشتی. او بی نیاز شده نمی تواند. در نظم و شکل جهان تغییر عظیمی وارد می کند که به نام قیامت یاد می شود. انسان این گل سرسبد جهان و مورد بازپرس بازپرس و محاسبه دقیقی قرار می دهد که نتیجه آن کامیابی بس بزرگ و یا حلاک ابدی است. هرچه هست از بلندی و پستی همه یافت صورت هستی. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور چشم من به جز از کشته ندروی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا او تعالی خدایی است که آفرید برای استفاده شما همه آنچه را که در زمین است زمین طوری ساخته شده و قرار داده شده است که هر موجود زیروح در آن میتواند امرار معیشت کند اگر حجم زمین خردتر از این می بود اگر مسافه زمین از آفتاب بیشتر و یا کمتر از آنچه هست می بود زمین قابلیت زندگی در آن را نمی داشت و اگر در زمین آب و هوایی وجود نمی داشت و گیاهی در آن نمی روید نیز در آن زندگی ممکن نبود همه آنچه در زمین از حیوانات از نباتات از معادن و غیره وجود دارد برای استفاده انسان خلق شده است و انسان برای آن آفریده شده است که در زمین خدا جل جلاله را عبادت کند یعنی در استفاده از زندگی مواد روی زمین و در رابطه با یک دیگر مطابق تعلیمات دین خدا عمل نماید. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بعد از این که زمین را آفرید قصد خلقت آسمان را کرد و آن را هفت آسمان درست کرد و هو بكل شیء علیم و او به همه چیز داناست یعنی خلقت آسمان ها بعد از آفرینش زمین صورت گرفته است نوت از, از سریح این آیه مبارکه و آیات سوره سجده چنین برمی آید اما از آیه سوره نازعات والارض بعد ذلك دحاها چون این معلوم می شود که خلقت زمین بعد از خلقت آسمان ها باشد. در رفع این تناقض ظاهری و دقت در معنای آیات این حقیقت به اثبات می رسد که خلقت جرم زمین پیش از خلقت اجرام آسمان ها بوده و تحولات دیگری که در زمین آمده است بعد از خلقت آسمان ها صورت گرفته است. چه در سوره نازعات والارض بعد ذلك دحاها فرموده یعنی دهاها نه خلقها دهاها یعنی بیرون آورد از زمین اشیاء مورد استفاده آن را بعضیها از کلمه دهاها این معنی را گرفتهاند زمین را بعدا به شکل بیزوی درآورد دو بعضی از علمای احناف از این آیه کریمه از جمله خلق لکم ما فی الارض جمیعا قاعده فقهی اصل در اشیاء اباحت است را استنباط کردهاند یعنی در مواردی که دلیلی بر, دلیل بر حل و حرمت چیزی وجود نداشته باشد آن را بر روی این قاعده مباه می شمارند سه کلمه سما از سمو گرفته شده که به معنای علو می باشد ولی زا گفتند هرچی بالاتر از تو قرار دارد آن آسمان تو است در قرآن کریم ضمن مثالی ریشه درختی را ثابت در اعماق زمین و شاخه های آن در آسمان وانمود شده است یعنی شاخه های آن در جهت بالا برافراشته شده است ها در قرآن کریم از ابر به سما تعبیر شده است قرآن کریم آسمانی را برای برا زمین سقف محفوظ گفته است که بر اتمسفر زمین صادق می شود. چار در قرآن کریم از هفت آسمان یاد شده و از آن این هم معلوم می شود که ستارگانی که به نظر ما می آیند شهابهای ساقب، ماهتاب و آفتاب در آسمان قرار دارند. و در آیه ای این آسمانی که ستارگان مرئی در آن قرار دارد یعنی آسمان دنیا یعنی آسمان نزدیک گفته شده است غالب گمان این آسمان مورد نظر ما آسمان اول بوده و از شش آسمان دیگر معلومات نداریم میگویند علم توسط قویترین تلسکوپ مسافه یک میلیارد سال نوری را دیده ولی با ظلمت روبرو شده ولی با ظلمت روبرو شده که ساحه و مسافه و قطر آن را نمیداند و این را هم نمی داند که در ماورای آن ظلمت چیز وجود دارد و وجود عوالمی را در ماورای این ظلمت سرا نفی نمی کند. شاید این مسافه یک میلیارد سال نوری آسمان دنیا باشد و آسمان های دیگر در ورای این تاریکستان قرار داشته باشد بل عالم های بس زیادی